سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. گیتی پورفاضل وکیل 78 ساله دادگستری در جریان مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل 27 ماه حبس به زندان تحویل داده شد. خانم پورفاضل یکی از 14 زن کنشگر مدنی است که در بیانیه ای از علی خامنه ای خواسته بودند از رهبری استعفا بدهد. شیوه بازداشت و اجرای حکم زندان خانم پورفاضل با واکنش افکار عمومی و جامعه وکلا و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. وکلای عضو تریبون آزاد وکلا وابسته به مرکز حامیان حقوق بشر در بیانیه انتقادآمیز نوشت در حالی که برادر رئیس جمهوری با 5 سال حبس و دختر وزیر سمت با 20 سال حبس دوره محکومیت خود را کنار خانواده می‌گذرانند، یک وکیل دادگستری را زندانی می‌کنند. پروژه تاریخ شفاهی وکالت نیز که به کوشش شماری از وکلای دادگستری تدوین می‌شود، فیلم کوتاهی از مصاحبه با خانم پورفاضل را منتشر کرده. یک از قضات دادگاه انقلاب که من بهش گفتم که امیدوارم که شما در مورد این پرونده رأی عادلانه بدین، گفت من دلم میخواد رأی عادلانه بدم اما دستم بسته است. صدای خانم پورفاضل را شنیدید. در این دیدگاه همراه با سعید دهقان وکیل دادگستری و از تدوین کنندگان تاریخ شفاهی وکالت، جنبه‌های حقوقی حکم قضایی، نحوه بازداشت و اجرای حکم زندان خانم پورفاضل را بررسی می‌کنیم. آقای دهقان، حبس خانم پورفاضل بر اساس امضای یک بیانیه از نظر شما قانونی است یا خیر؟ ببینید، آزادی بیان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و هر گونه اظهار نظر و بیان، حالا از طریق بیانیه، طبیعتاً جرم محسوب نمیشه اصولاً تا بتونه محکوم به حبس بشه کسی که بیانیه ای رو امضا کرده. بنابر اون چیزی که من از این پرونده شنیدم و در رسانه ها منتشر شده، ظاهراً بیانیه ای که درش استعفای مقام رهبری خواسته شده بود در واقع منتهی به این حکم حبس شده، که اگر این اطلاعات از پرونده که بنده جزئیاتش رو با خبر نیستم، اگر این اطلاعات درست باشه، ما اساساً جرمی از این بابت در قانون تعریف نشده و نداریم که تقاضای استعفا از یک مقام کشوری یا لشکری منتهی بشه به حکم محکومیت حبس. به ویژه از این منظر این موضوع مهم هست که ما یک اصل بین‌المللی داریم در حقوق کیفری دنیا یا به تعبیری حقوق جزا و جرم شناسی به نام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. یعنی اصولاً کسی مجازات نمیشه مگر به استناد جرمی که در قانون تعریف شده باشه. وقتی تقاضای استعفا اصولاً در قانون تعریف نشده به عنوان جرم، حالا تقاضای استعفا از هر مقامی در هر رده‌ای اصولاً وقتی تعریف نشد به عنوان جرم، نمیتونه مشمول مجازات باشه. شما نحوه بازداشت خانم پورفاضل رو چطور ارزیابی میکنید؟ رویه قضایی در این موارد عموماً به چه شکلی ساده؟ من از جزئیات نحوه بازداشتشون باز باخبر نیستم، ولی اون چیزی که باز در رسانه ها منتشر شده، اگر درست باشه، ایشون در مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کردند و اتفاق برشون افتاده. ببینید، واقعیتش اینه که قانون در مورد فرد محکوم که در واقع حکم قطعی داره، وقتی برای اجرا میخوان دعوتش کنن به اجرای حکم، اصولا اشاره میکنه به دعوت یا به نحوی احضاریه. یه احضاریه میاد برای اجرای حکم. این رویه قانونی هست. اما در رویه قضایی ما سلیقه های متعدد میبینیم که دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت رویه قضایی. در واقع رویه قضایی تعریفی داره در حقوق همه جای دنیا و در اینجا اون چیزی که ما میبینیم اسمش هست سلیقه، که نمیشه رویه قضایی باشه. در واقع در عمل اون چی که دیده شده در این سالها تو پرونده‌های متعدد هم خودمون هم همکارانمون دیدیم، این که سلیقه‌های متعددی حاکم هست. گاهی در واقع بدون احضار وقتی فردی محکومیتی داره، ولو اینکه درسته باید اجرا بشه، ولی زمان اجرا رو باید اجرای احکام باید احضاریه به پس ابلاغ بشه، ترتیبات قانونی و این دادرسیش باید رعایت بشه. بعد این خب قانون مصرحی هست، اما ما میبینیم گاهی وقتا فرد در سطح شهر بازداشت میشه، گاهی وقتا مراجعه میشه بدون احضاریه قبلی در منزل یا محل کار بازداشت میشه، گاهی وقتا مثل خانم پورفاضل عزیز در زمان مراجعه به
در واقع واحد اجرای احکام به عنوان یک مرجع قضایی در واقع همونجا بازداشت میشه، که خب هیچ گونه احضاری قبلی اگه نبوده باشه و ایشون برای پیگیری پروندهش رفته باشن طبیعتاً آمادگی برای این قضیه نداشتن و این طبیعتاً جای سوال داره. آقای دهقان، با توجه به سن بالای خانم پورفاضل، اجرای حکم ایشون در این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، خانم پورفاضل از همکاران خوب ما هستن، از وکلای قدیمی دادگستری که در طول سالها با نگاه مدنیشون با اندیشه های صلح طلبانه شون بسیار خدمت کردن به جامعه مدنی، در به همکاران ما در حوزه حقوقی، در میان فعالان مدنی، و این اقداماتشون در کنار کسوتشون و سنشون اتفاقا سوالی که برای ما پیش میاره به عنوان وکیل دادگستری این هست که اگر ما سیاست حفظ زدائی رو از سوی در واقع مقامات مسئول که در اسناد بالادستی بهش بسیار تأکید داشتن جدی گرفتیم، توقع ما رفتاری غیر از این است. اگر واقعا حفظ‌زدایی سیاست درستی است که تنظیم شده و اعلام شده، طبیعتاً باید اعمال بشه. نمیشه در کنار اعلام چنین سیاستی رفتاری بشه که با این سیاست در تناقض کامل هست، به ویژه در شرایطی که ما با بحران جهانی کرونا مواجه هستیم و اصولا در چنین شرایطی تصمیمات فوق‌العاده و درست و اصولی باید گرفته بشه، زندان‌ها باید خلوت بشه تا این ویروس عالمگیر دچار مشکل نکنه آدم‌ها رو در فضای بسته بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، که به هر حال از بسیاری از امکانات بهداشتی بسیاری از زندان‌های ما بدور است. نه اینکه در چنین شرایطی ما فردی رو، در شخصیت رو مثل خانم پورفاضل دعوت کنیم به زندان یا به این نحو در واقع بازداشتش کنیم، که این ریسک بسیار بزرگیه. واکنش کانون وکلا به بازداشت و حبس خانم پورفاضل چه بوده؟ اساساً کانون در این شرایط چه واکنشی باید نشون بده؟ کانون وکلا البته قابل تفکیک باید بشیم. کانون وکلا در مورد وکلایی که در زمانی که در مقام دفاع بودن و به خاطر پرونده‌های وکالتی و حرفه‌ایشون دستگیر شدند، اقداماتی که کرده باید ببینیم کجا بوده، چقدر اقداماتش مؤثر بوده و اساساً چه اقداماتی رو انجام داده. در مورد خانم پورفاضل که اساساً موضوع اتهامیشون ارتباط به کار وکالتیشون نداره، اون چی که من در جریان هستم، ایشون چند سالی هست که در واقع الان بازنشستگی کرده و در ایام بازنشستگی از وکالت هم چنین بیانیه‌ای رو در واقع امضا کردن، و بنابراین طبیعتاً وقتی اتهامشون مرتبط با فعالیت وکالتیشون نیست و در ایام بازنشستگی بودن، شاید کانون وکلا استدلالش این باشه که من در این زمینه دلیلی برای ورود نمی‌بینم. حالا این نظر میتونه مخالف یا موافقانی طبیعتاً داشته باشه، اما در مورد دیگرانی که در مقام دفاع به عنوان وکیل حرفه‌ای در زمان اشتغال به کار وکالت دچار مشکل شدن هم، ما عملاً متأسفانه می‌بینیم که کانون وکلا اقدامات مؤثر و به موقع انجام نداد. گاهی وقتا اقداماتی انجام داده با تأخیر، گاهی وقتا اقداماتی انجام داده تأثیرات تقریبی گذاشته، اما چون استمرار نداشته باید بگیم که از این بابت خود مقامات کانون وکلا احتمالاً باید جواب بدن. البته احتمالی هم وجود داره که در این سالها کانون وکلا به خاطر سیاست‌های کلانی که درش حاکم هست و بسیاری مواقع هم قابل دفاع هست، شاید بگن که ما اقداماتی کردیم یا داریم میکنیم، اما طبیعتاً به خاطر شرایط حاضر دلیلی برای علنی شدنش نمیبینیم، که این نظر هم و این شیوه هم بتونه مخالف یا موافقانی داشته باشه. آقای دهقان، میخوام به فیلمی بپردازم که شما به عنوان یکی از تدوین کنندگان تاریخ شفاهی وکالت از خانم پورفاضل منتشر کردید. گفته های خانم پورفاضل در این ویدیو کوتاه چه اهمیتی داره؟ البته گفتگوی با ایشون، گفتگوی با همه وکلای حرفه‌ای و پیشکسوتی که ما در این پروژه دنبال کردیم و همچنان ادامه داره، مفصله، خیلی مفصله، ساعت‌ها گفتگوست، ولی این بخش از گفتگو شاید به این دلیل اهمیت داره که ما اگر بارها در تمام این سالها تاکید کردیم که آنچه که در قانون اومده این هست که قضات باید مستقل باشن، یا بنابر آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده قوا از همدیگه تفکیک شدن، مستقلن، قوه قضاییه قاعدتا باید مستقل باشه و قضات استقلال رأیشون بسیار اهمیت داره، و اتفاقا شابیت غزل در اجرای عدالت هست، همون عدالت خانه، همون یک کلمه قانون، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، که از دوره مشروطه تا حالا
بالغ و سال 14-15 ساله که ما به دنبالش هستیم. اما اون چیزی که در عمل میبینیم گاهی وقتا بیانش سخته که ما ببینیم قضات در عمل البته آنچنان استقلال لازم رو ندارن، به ویژه در پرونده هایی که پرونده سیاسی عقیدتی مشهور است و پرونده در واقع فعالان مدنی در دادسراهای امنیت یا دادگاه انقلاب. و اون چیزی که در این گفتگو برای ما هم مهم بود و مهم هست این هست که اگر ما گفتیم تا حالا کم گفتیم که قضات باید مستقل باشن و ضابطان زیر نظر قضات کار بکنن، نه برعکس، نه اینکه قاضی بخواد رأی بده اما عملا از سوی ضابطان دچار محدودیت هایی بشه. این شاید جزء محدود دفعاتی است که یک وکیل پیشکسوت و وکیل حرفه‌ای دادگستری با سالها پشتوانه تجربه کار حرفه‌ای وکالت مطرح میکنه که به یکی از قضات گفته که شما دقت کنید و رأی عادلانه بدید و قاضی در جواب تاکید بکنه که من مایل هستم که رأی عادلانه بدم اما دستم بسته است. این بسته بودن یا بسته شدن دست بسیار معنادار و قابلیت تجزیه تحلیل فراوان داره. این دست چرا بسته است؟ این دست از سوی چه کسی بسته است؟ و چگونه بسته شده است؟ و وقتی بسته است شما چرا در این مسند نشستید و رأی میدید؟ و چجوری میتونید از رأیی که میدید و طبیعتاً عادلانه نخواهد بود دفاع کنید و اون امضا کنید و خب پیش وجدان خودتون و در مقابل وجدان عمومی چگونه باید برخورد بکنید؟ این سوالاتی هست که از دل همین گفتگوی کوتاه قاعدتاً باید در بیاد و طبیعتاً باید افکار عمومی و فعالان مدنی در مورد این بخش از این گفتگو نظر بدن. بسیار سپاسگزارم از شما سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا. ممنون که در این برنامه ما را همراهی کردید.